با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای این دنیای بزرگ، از یک طرف دهکده جهانی خدمت شما هستم که خب مردم این حس رو دارند، اینو با پوست و گوشت و استخونشون دارن حس میکنن که حکومت در سرشوی سقوطی است که هیچی جلودارش نیست. و واقعا صادقانه بهتون میگم، از ته دل بهتون میگم، قانون کائنات هم حسابی به کمکتون میاد، چون این حکومت هیچیش بر اساس قاعده و اصول نیست. همونطور که اون مسئول 40 ساله جمهوری اسلامی آقای صفایی فراهانی فرمودند، حکومت نادانان، جاهلان و کاهلان. برید سرچ کنید معنی نادان چیه، جاهل چیه و کاهل چیه. اینا کسایی هستن که دست به هر کاری بزنن خرابکاری میکنن، گند میزنن و حکام اصلی ما هم کاهلین هستن. کاهل یعنی تنبل، تنپرور، مفتخور، همین آخوندار منظورش هست. خب پس اینا بهشون گنج های دنیا رو بدن، اینا به خاک کش میکنن، اینا کاری نداره. اما اتفاقات داره میفته. من بارها به شرکت نفتی گفتم که آقا احتساب کنید، اما ننگ تاریخی برای خودشون خریدند. در تک تک جرایت هم خودشون شریک کردند. با شندرقات حقوقی میگرفتن، فکر کردید حالا به خاک سیاه نشستید، روز روزم بدتر میشه و رو سیاه عالم و آدم خواهید بود. شک دری قصه نکنید، جای برگشتم دیگه ندارید. چه اعتصاب بکنید و چه نکنید، تموم شده هستید. ننگ بر شما که میتونید اعتصاب کنید و نکردید. منافع روزانه و ساعتی خودتون رو ترجیح دادید به منافع کل کشور و این ننگ در تا ابد بر پیشانی شما خواهد ماند و هیچ رقم پاک نمیشه. بارها و بارها به شما گفتم. حالا چه اتفاقی افتاده خودتون بهتر از من میدونید. دیدید خداوند ایران به کمک ایران اومد، به کمک ملت ایران اومد. دوستان من اینجا به جرئت بهتون میگم، این به اثباتم خواهد شد، چه من مرده چه زنده، که بالغ بر 90% اپوزیسیون خارج کشور، سخنگو، مزدور و آدمهای حکومت جمهوری اسلامی هستند. شک دری قصه نکنید، همشون در میان، همهشون گندشون در میاد، بعدن به زودی زود در میاد. خب در فراخانهای تاس و آشا شکست خوردم، کسی نیومد بیرون، بعد به هم پاشیدن فلان کردن. نه آقا جون، ما بهانه دیگه دست حکومت نمیدیم، با حکومت زخمی، این مار زخمیه، چرا بهانه دست بخوام بدیم؟ بذار تو جونش این زخم تو بکشتش که داره میکشتش. امسال کم رونق‌ترین محرم لاغه 600 سال اخیر بوده. پس اون قانون کائنات که گفتم چارچوب و داربست و قاعدش بر اساس منطق هست، آدم های بی منطق، حکومت های بی منطق رو از روی کره زمین محو میکنه، نیست و نابودشون میکنه که داره میکنه. حالا دلار گرون شد، یه عده آمدن گفتن آقا خودشون دارن گرون میکنن که پول جمع کنن. خب بکنند، حالا براتون یک حساب سرانگشتی میکنن، حساب سرانگشتی میکنن. اینا الان حدود 1,000,000 بشکه نفت دارن میفروشن در روز، 1,000,000 بشکه، 70 دلار هم حساب میکنیم، قیمت بالا هم حساب میکنیم. هزینه کشتی و بیمه بوده خودشون، چه هیچ کشوری قبول نمیکنه، ترانسپورت هم بوده خودشون، این بدونید دیگه. ما میگیم همون 70 دلار. از این مقدار حدود 200,000 بشکه در روزش بابت پیش فروشی قبلا کردن، 20 دلار 25 دلار کردن، 800,000 دلار، 800,000 بشکه در روز اینا نفت میفروشن. الان نیست، ولی ما آمار بالا میگیریم، میخوام یه خود وضعیت رو براتون بگم. میشه روزی 56,000,000 دلار. روزی 56,000,000 دلار. اینا نفت میفروشن. از این 56,000,000 دلار قطعاً 6,000,000 دلارش بابت بیمه و اینا میره، ولی با این 56,000,000 اصلا پول نقد دستشون میدن که پولم بهشون نمیدن، چون حق دریافت پول هم ندارند. درست، باید جنس بخرن. جنس ها هم که بچه سپاه بی دین، بی شرف، بی همه چیز میگیرن از چین میبرن به عراق و افغانستان میفروشن به نصف قیمت که فعلا زندگی امورات تشکیلاتشون رو بچرخونه. شماها به چه دردی بمیرید؟ با چه به آبی آب روی تو این جمعیت، تو این مردم، شما زیر دست پای مردم له بشید که اینقدر بیشرفید، اینقدر بیناموسید، اینقدر بیوطنید، اینقدر مزدورید، اینقدر خائنید، تفت تو شرفتون.
چی دفاع میکنید؟ دزدی، قاچاق مواد مخدر، چه کار که شماها نکردید برای بقاتون؟ ننگ تاریخ بر شما که هست، اسم سپاه که دیگه بیاد حال مردم به هم میخوره، چندششون از شما؟ کسافت بیشتره. زیر مجموعه کار دارم، من بالا دارم میگم، اونا که تصمیم میگیرن دارم میگم. قاسم سلیمانی بی شرف، اون سگ پاسخته. خب 56 میلیون دلار شما در روز نفت میفروشید. ما در کشورم دوستان به زمانی که بنزین شد لیتر 1000 تومان، دلارم بود 1000-1100 تومان. یعنی تقریبا اینا میگفتن آقا ما بنزین 800 تومان وارد میکنیم، چرا ولی 100 تومان بدیم؟ حسابای احمد نژادی دیگه، روانی تاریخی، مجنون متوهم، یک کثافتی که دومی نداره، یک بیشرفی که در دروغگویی زبانزد خاص عامه، اصلا دروغ از سر پاش میباره. احمد نژاد دوستان وقتی حرف پاش میزنید اصلا گوش نمی کنه، فقط میخواد زود جوابتو بده، به کسی گفتم مملکتی به اینجا رسون. جالبه اینقدر پررو و بیشرف هم هست که مدعی هم میشه، خیلی حرفه، خیلی حرفه. بگذاریم. پس نفت زمانی که دلار قیمت دلار 1000 تومان 1100 تومان بود 800 تومان وارد میکردند، 800 تومان یعنی عملا 80 سنت وارد میکردند، درسته؟ 80 سنت وارد میکردند، 1000 تومان میخوردن با هزینه ترانسپورت میبرن برش. الان دلار شده 15000 تومان، دلار شده 15000 تومان، یعنی کسی با یک دلار اون زمان الان میتونه 15 لیتر بنزین بخره. توجه کردی چی شد؟ اینجوری حکومت ساقط میشه، اینجوری سرشون کپ زیر برف کردن، باسن وارشون بیرون و لگت ها رو میخورن و فکر میکنن، چون اصلا فکر ندارن اینها، نه اقتصاد میدونن چیه، نه کشورداری، نه دیانت، هیچی نمیدونن. خوشبختانه خداوند دشمنان ما رو از جاهلین، کاهلین و احمقا قرار داده. خیلی خوبه. خب یعنی الان حکومت در روز ما 70 میلیون مصرف بنزین نرممون هست، 15 میلیون لیتر رو اگه دروغ نگند راست بگم داخل تولید میکنن، 55 میلیون لیتر وارد میکنن، مجبور هم هستن وارد کنن به خاطر اینکه اگر صف بنزین اتفاق بیفته که به زودی زود اتفاق میفته، بنزین رو خواهن گرون کنن توان مردم نیست. اگر صف بنزین ها هم کاری بازرگان بی شرف بی دین کرد، همون کثافت لجن خائن قاجاری کرد، همون جبهه ملی کرد که شرکت نفت اول انقلاب تا تعطیل کردن و احتساب داشتن، صفای نفت بود که بعد مردم از کار زندگی افتادن، کشور فلج شد، کشور فلج شد، که اتفاق به زودی زود میفته، هر ساعت با شما افتاد میکنه میتداعی میشه. پس اینا در عمل روزی 55 میلیون لیتر دارن بنزین وارد میکنند، میشه توان چیزی 48 میلیون دلار. 56 میلیون دلار هم اگر توش دزدی و گرگی نباشه که هست، دارن چیکار میکنن؟ اینها نفت میفروشند. دیگر خود حساب بکنید. اگر اون 6 میلیون دلار حساب کنیم که بابت بیمه و ترانسپورت اینهاست، میمونه روز 2 میلیون دلار واسه اینها. نمیفهمند، بلد نیستن و خدای و کائنات و خدای ایران داره به داد این مردم مظلوم، این مردم فریب خورده، این مردم ساده دل، این مردم زود باور، این مردمی که دروغی بلد نبودند، شیادانی به نام روحانیت آخون جماعت آمدند و یه گول تاریخی زدند، حالا خودشون ته چاه قرار میگیرند. پس اینه که دلار هرچی بالاتر بره رژیم سریعتر سقوط میکنه، نمیتونن بنزین کارش بکنند. الان اگه بنزین در استان جنوبی 20 لیتری 60000 تومانه، بل همینه، لیتر 3000 تومان بازم گرونتر از یرف هست. قلب از وقت حساب کنید متوجه شید من چی میگم. یعنی شما با یه دلار زمانی که اول امزاد نمارد میتونید باشه یک بنزین بخرید، الان 15 لیتر میخرید، این تقریبا شده به لیتر 66-67 تومان. شما داره بنزین 70 تومان میخرید و اینا مجبورن به خاطر چرخ مملکت به چرخ و مردم به اون اوج انفجار نرسه، چیکار کنن؟ هر طوری هست گدایی کنن، برن دزدی کنن، هر کاری بکنن، این بنزین فعلا بیاد تا این کشور چرخ به چرخه. ولی خب تا کی؟
تموم شده هستید. و یک فاجعه دیگه که داره رخ میده واسه کشور متاسفانه، زمان قبل از این شورش ننگین پنجافی اتفاق افتاد تو کشور، اونم اینو فاجعه بودن اصل. اما اون موقع اینجوری بود که تهران پایتخت کشور، کار زیاد بود، درآمد بالا بود، اصطلاحا میگفتن برو تهران تو خیابونا پول ریخته. اونایی که سنشون قد نمیدونم از چی میگم. الان چرا مردم میان تهران؟ دارن الان حدود 10-12-15% جمعیت روستا دارن میان تهران. چرا؟ چون اونجا یه خوشسالیه، اونجا آبادی نیست، نون نیست، هیچی نیست، گرونیه، هیچی نیست، تورمه. میان از گرسنگی نمیرن، میان حاشیه شهرهای بزرگ به خصوص تهران. و این همون موجیست که موج انقلاب پابرهنه هاست. اگر این بیشعورا، این بیفکرا، این بیعقلا، این خودکشی کردن هاشون زودتر انجام شده ول نکنن نرند، ساعت به ساعت بدتر میشه و انفجار بزرگ نزدیک. ما بارها بهشون گفتیم نرید تا اینجا بمونید، وزیر دستگاه ملت له بشید. همونجوری خیلی از اعدامی ها رو بردین بدون نامشون دفع کردین، شما ها رو همینجور میکنن توی چیزو کامیون رو میریزن جای با لودر که اصلا اثری از آثارتون نباشه. این خیلی خوبه. و این حرکت به طرف تهران خیلی شدید شده، زیاد دارن میان، دور بر شهر رو گرفتن و میان. و وقتی که اینها به جایی برسن که چیزی برای خوردن نداشته باشند، میگه این و کاری نباشه که نیست، میگه این از شعار بیکار، دزدی و قتل غارت. بعد آب حال شما سرمایه داره که اون جمع کردید و تپوندی جمع که رو هم و فکر کردید تا ابد همینطور. نه خیر، روزگارتون سیاه کردن ملت، شما کردید. در کنار هر کاخی کوخی هست، شکل قصه نیست، کوخا رو ندیدید، پیف پیف کردید. خودت بچه کجا بودی؟ خود از کجا آمدی اینجا رسیدی با چهار تا رانت؟ حالا وقت حساب پس دادنه، چه بخوای چه نخواید، دیر جنبیدی، خیلی زود دیر شد. خب من 3-4 دقیقه فرصت دارم یک گزارش از کارم بدم خدمت شما که دوستان. من خدمت شما که اولین چیزی که کار میکرد توی حساب دوری مجازی بودم، اون زمان مسنجر بود، ایمیل میزدم و بعد فیسبوک اومد. حدود 11 سال فیسبوک دارم. و اول خیلی بیننده هم کم بود، پایین که مطلب زیاد میداشتم، خیلی تلاش میکردم، ولی خب کم کم اومد بالا و جوری شد که مثلا من 200 تا دنبال کننده داشتم ذوق میکردم. الان حدود 25,000 دنبال کننده دارم، تو 2-5,000 تا دارم، بیشتر نمیشه. و پیجم هست و پیجم داره ساعت به ساعت بیشتر میشه. این باعث افتخار بنده است. و در اصل بیننده هام هم خیلی زیاد شدن، کسایی که میبینن مطالبم شیر میشه، این باعث افتخار بنده است. در فیسبوک من روزی حساب در چیز خود آمار فیسبوک داده، در 3 ماه گذشته 1,410,000 نفر دیدن و این باعث افتخار بنده است. واقعا باعث افتخار منه. ممنون از تک تک شما. این فقط مال یک صفحه منه، مال پیج و مال اون صفحه دومم هنوز آمارش برام نیومده و اینم خودش خیلی خوبه. اینستاگرام من کلا تا حالا 9000 پست گذاشتم در یک سال خورده گذشته، 12400 نفر دنبال کننده دارم و خوبه، دیده خوب دیده میشه و این خیلی خوبه. بله این آمار گفتم 1,400,000 تا. بله بعد ماهانه به حدود 352,500 تا لایک خورده میانگین، 352,000 تا فقط یک صفحه من لایک خورده و این خیلی خوبه. بعضی وقتا خیلی بیشتر، بعضی پستی داره. و تلگرام من خدمت شما عرض کنم که خودتون میدونید تلگرام بود 60,000 دنبال کننده دارم و در 4 ماه گذشته 4,700,000 نفر دیدن و لایک کردن به قول معروف و داره رو به رشد هست، رو به رشد خیلی خوبی هم هست. این آماری که خود تلگرام داده 4,700,000 نفر خوبه، ولی خب ما میدونیم که این باز پخش میشه و بین دیگران میره، خیلی خوبه. یوتیوب من 14,400 نفر دنبال کننده دارم
و در چند ماه گذشته که آمارش دادن 6,070,000 نفر تا حالا کلیپ من دیدن تو یوتیوب. آمار خیلی خوب واسه من، خوبه واسه منی که تنها هستم، تازه کار هستم. 6,070,000 نفر تا حالا دیدن و اگر من میانگین بگیرم، 900 تا کلیپ تقریبا گذاشتم با یک دو تا کلیپ بالا پایین، میانگین بگیرم که هر کلیپ من 25 تا دیسلایک خورده باشه. اونایی که خودشونو به زمین و زمان میزنن و توهین میکنن و بد بیراه میگن، میخوام به اونها بگم من وقتی شما رو بلاک میکنم خیلی براتون قصه میخورم به دو علت. یکی از مطالب مفید این کانال محروم میشید، باز دوباره برید یک اکانت دیگه درست کنید. میتونم از دستون شکایت کنم، نمیکنم. میخوام اینقدر این کار، این حسادت شما رو بکشه به جایی برسونه که، چون حسادت دیگران آزار خودشو نابود میکنه که حسادت حسود. سه تاتون که من میشناسم کسی بود بهتون خدمت کردم، در حد لالیگا بهتون خدمت کردم، ولی خب حالا مریض هستید مشکل نداره. ولی میخوام بهتون بگم عدد شما اگر 900 تا رو حساب کنید و ضرب بکنید در 25 دیسلایک نیست، میانگین 10 15 تا بیشتر نیست، سه ماشین حساب از جبت حساب کنید، 0.3% هستید شما. 0.3% خودتون خسته نکنید، به هیچ جا نمیرسید. یعنی این خیلی آمار خوبیه. یه آقای علیه من یک کانال کلیپ گذاشته بود 280 دیسلایک و چه حرفایی بهش زدن، قصه خوردن براش، این توهینا رو بهش کردند. یک نفر لایک کرده بود، ولی احتمال منو میبینید، لایک ها رو میبینید، دیسلایک ها رو میبینید، اصلا قابل مقایسه نیست. باعث افتخار بنده است. میگم برنارد شاو یک نمایشنامه نوشته بود خیلی خوب بود. بعد وقتی که این پخش میاد خوشم نشسته و صفحه اول بعد تموم که شد رفت بالای صحنه و تشکر کرد. یک نفر گفت آقا نمایشنامت خیلی آشغال بود، چی داری میگی؟ تو اصلا سواد نمایشنامه نویسی نداری، برو برو پایین. گفت والا منم با تو هم عقیده‌ام، خیلی درست میگی، ولی مشکلی من تو دو نفرم این جمعیت دارن تایید میکنم، با اینا حرف بزن. دوستان عزیز خودتون خسته نکنید، دنبال چی هستید؟ اگر ایرانی هستید، اگر من مشکل دارم انتقاد کنید، راهکار هم بدید. انتقاد صرف، توهین صرف به جایی نمیرسید، از کوزه همان ترابت که دروست. این ماهیت شما نشون میده. بسیجی ها که خیلی تنزل کردن، باز باسه افتخاره، راهشون رو پیدا کردن، برگشتن و بسیجا بیشتر تو اینستاگرام هستن، ولی الان میبینم که مثلا در 24 ساعت شاید 10 تا پست بذارن، مثلا توی 4-5 هزار بازدید کننده مثلا 10 تا پست منفی میذارن که بیشترشون هم یکی دو نفرش نیستن. با افتخار بنده است. از تک تک شما ممنونم، همراه من هستید. من یک زمان 20 تا 30 تا برام کامنت میومد، ذوق میشه، ذوق مرگ میشدم، خیلی خوشحال میشدم، خیلی خوشحال میشدم. الان روز 40 تا 42 هزار تا میاد که نمیتونم جواب بدم، شرمنده میشم از این نظر. و بعد پستایی که واسه من میاد، دوست داشتم چیزی بهتون بگم. من اینجا اول رفتم اوایل 80 گیگ ماهانه خریدم اینترنت، بعد شد 100 گیگش کردم، بازم نمیرسه، کردم 120 گیگ دیگه. اینجا سقفش 200 گیگ بیشتر در ماه نیست، روزی 10 تا 12 گیگ واسه من مطلب میاد، بیشترش هم تکراری هست. 8 تا 10 گیگ من مثلا من خودم مطلبی رو میفرستم، آپلود میکنم، کار دیگه انجام میدم. و اینه که به 20م 17 20م برج نمیرسه، بدون اینترنت میشم. میخوام آزادم بخرم، خیلی گرونه برام، صرف نمیکنه چون من ماهانه میگیرم. اما خوشحالم که در خدمت شما هستم، واقعا باعث افتخار من هستید. من در حدود یک سال این دو سال گذشته، من 3-4 سالم تو این دنیا جدید اومدم، قبلا توی پالتاپ بودم، جای دیگه بودم، ولی واقعا باعث افتخار من است. من زمانی 30-40 تا 90 تا شاگرد داشتم در سطح که اون گفتم دیگه از من مربی بالاتر است، اون موقعم نبود، آمار من خیلی بالا بود، ولی الان این 90 تا 900 تام شده باشه کلام بالا میتسم. من وظیفم، راهم مشخصه، تا جون در بدن دارم انجام وظیفه میکنم، افتخارم میکنم، برای ملتی میکنم که ارزش رو دارند، برای جوانهایی میکنم که در زندان به دنیا آمدن، برای انسان هایی که میکنم که محبت ندیدند، نفاق و دروی از این حکومتی رو دیدند. بعضی انتقاد میکنن، نه دوست عزیز، بزرگی میگفت مردم یک کشور، ملت یک کشور وقتی بیان تو جامعه به پدر مادرشون نمیرن، رفتارشون به حکامشون میرن. زمان شاه مردم شاه رو میدیدن، اون آرامش رو میدیدن، اون امنیت رو میدیدن،
فکر نمی‌کردن که از این بدتر بشه، روز بهتر میشه. بود همینه، بعد قطعا بهترم میشه. اگه الان در مردم نقصی ببینید، مشکلی هست، خدا نه که خلافکوسی است، از حکام به ما رسید، آب از سرچشمه گله، که به زودی سرچشمه هم کور میشه، ریشه همشون زده میشه. شک نکنید، این قانون کائنات. احتسابات شروع میشه، صفای بنزین طولانی میشه، گرونی وحشتناک میشه و تمام اون تارهایی که تنیدند گردن خودشون میفته و باعث نابودیشون میشه که الان عملا نابودم هستن. ایام بکام روزگار خوش.